با داغ شدن کارزارهای انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، نامزدان دم از تدوین و مدیریت همجانبه برنامه ها میزنند. اما یکی از مهمترین موضوعات برنامه اجتماعی آنان است. هر نوع برنامه اجتماعی معطوف به توسعه اجتماعی است و توسعه اجتماعی متفاوت از توسعه فرهنگی یا اقتصادی است. در اکثر جوامع شاهد رشد توسعه اقتصادی هستیم، ولی الزاما به معنای توسعه اجتماعی تلقی نمی شود. برنامه اجتماعی ناظر است بر توسعه ارتباطات و مراودات اجتماعی مردم که بر مبنای آن شهروندان روحیه حل مسائل از طریق همگانی و مشارکت دیگر پذیری جامعه پذیری است که باید رشد پیدا کند. همین توسعه اجتماعی باید در صدر همه برنامه ها قرار داشته باشد و با سرمایه گذاری بالای فرهنگ عمومی، رسانه ها، آموزش و پرورش و مسائلی که ذهنیت سازند می توان در کنار توسعه اقتصادی و سیاسی توسعه اجتماعی نیز داشته باشیم. سلام و وقت بخیر، بیننده بخش دوم برنامه آخر خط از نور هستید. آقایان گل محمد مختاری، عضو استاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و دکتر کریم الله سرگند، عضو استاد انتخاباتی تحول و تداوم در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش آمدید. میمونید آقای سرگند، با شما آغاز میکنیم. در رفت سوالات شما در جریان هستند که در هر بحثی که مطرح میشه در مورد مسائل انتخاباتی بیشتر به یک مسئله اشاره میشه که پیشینه بودن دو نامزد ریاست جمهوری در افغانستان و همچنان کار کردی که در گذشته داشتن مطرح میشه از سوی نماینده های استادها. واقعا فکر میکنید این مسئله چقدر مهم است؟ مثلا مطرح میشه که رئیس جمهوری برای افغانستان مهم است که در گذشته با مردم افغانستان بوده باشه، در افغانستان بزرگ شده باشه و از مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان آگاهی درست داشته باشه. چگونه است این مسئله از نظر شما؟ خب من به نوبه خود سلام بر شما و بر آقای مختاری و به تمام بینده های عزیز تقدیم می دارم. دقیقا ای جای افتخار است و جای خوشی است اگر مردم افغانستان با می دیدگاه که شما یادآوری کردین نگاه کنه که وقتی ارزیابی می کنه، وقتی که رای می تن، وقتی که انتخاب می کنن، آینده گذشته شخص مورد مطالعه قرار بدن یا موقف اجتماعیش مورد مطالعه قرار بدن. خوشبختانه تیم تحول و تداوم در رهبریش دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی نه تنها که شخصیت ملی هستند، شخصیت بین المللی هستند و موقف سیاسی خوبی دارن و برنامه های کاریشان در حکومت کرزی صاحبم یک بسیار واضح و آشکار بوده و تمام به دیدگاه خاص صورت دیدن و همچنان فعالیتشان در روند خصوصا بخش اجتماعی که شما زیادتر یادآوری کردین مانند یک برنامه بسیار ملی به نام همبستگی ملی که شاید نمونهش در سطح منطقه نباشه تطبیق کردن و همچنان در لابلای از اینها تجمع اکثریت یک اشخاصی که شخصیت های والا بودن در جهاد افغانستان که با تیم تحول و تداوم پیروی طرفدارشان هستند، حال موجود هستند، مانند جناب پروفیسور صاحب سبقت الله مجددی، مانند پیر صاحب که حالی هستند و دیگر شخصیت های جهادی مانند حاجی صاحب دین محمد که در جهاد افغانستان و در مقاومت افغانستان نقش عمده داشتن، همه در تیم تحول تداوم نقش خود دارن. خب چیزی که بسیار مهم است که ما با آینده چی کارا کرده میتونیم با در نظر داشته گذشته، یعنی ما کیها بودیم. گذشته اونقدر مهم نیست، مثلا بله. ما در گذشته کیها بودیم و اگر ما زیادتر با گذشته بچرخیم که در گذشته ها کیها چیها کردن و چرا کردن، فکر میکنم ما آینده خود از دست خواهد دادیم. چون اون یک مرحله مشخصا وقتی که این مسئله مطرح میشه فکر میکنم بیشتر منظور کسایی که سوال را مطرح میکنن یا در ذهنشون این سوال است که دو نامزدی که حالا رای یافتن در دوره دوم انتخابات چقدر واقعا با قضایا و مسائل افغانستان در گذشته بودن و با مردم افغانستان در خوبیتشون شریک بودن و چقدر به این مسائل آشنایی دارن. و سوالی هم که بیشتر از تیم شما مطرح میشه برمیگرده به همین موضوع که دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی در گذشته های افغانستان کار کرده چندان نداشته، بخصوص در حالا کاری که شما کرده و شما هم یاد کردین، برمیگرده به همین چند سال پسین. ببینین دکتر صاحب از اوایل جهاد در این بیرون بودن از مسئله از وطن به این معنی نیست که شما از مسائل بی‌خبر باشین، متوجه هستین؟ وقتی که شما از یک وطن بیرون باشین این به این معنی نیست که شما از مسائل جهاد بی‌خبر هستین و یا در سابقه ای که جهاد صورت گرفته در افغانستان خب ما ثمره‌اش دیدیم، ثمره‌اش تا جای قناعت بخش بوده و متاسفانه بعض پیامدهای خرابیم داشته، متاسفانه باید یادآوری کنیم. بله، تنها بس جهاد نیست، دیگر چالش‌ها یا بله بخش سیاسی در بخش سیاسی داشته. چهره مطرح جهان است. ببینید ما گفتیم که شخصیت ملی و بین المللی هستند، یک شخصیتی هستند که اواید افغانستان در ابتدا که هیچ نبود او را مرکزی ساخت. ببینید اگر کسی
واقف از این برنامه ها نباشه نمیتونه چنین کار را انجام بده. آیا امکان پذیر هست که شما از سابقه افغانستان، سیاست افغانستان خبر نباشین چنین برنامه را ایجاد کنید؟ ایجاد برنامه همبستگی ملی، ایجاد پروسه انتقال قدرت، برنامه های خیلی کلانی بودن، برنامه های خیلی کلان سیاسی بوده که در ختم چنین برنامه باید ایجاد میشد. و تیم تحول و تداوم، ببینید تجمع اشخاص نهایت نخبه‌ای که در سیاست افغانستان در دهه سابقه داخل بودن، حالا در چهار گرد تیم تحول و تداوم هستند، رهبران جهاد. من مثل یادآوری کردم از نامایشان، اینها در چهار گرد و در تیم تحول و تداوم هستند. فلهاز این نمایندگی ازی میکنه که موقفشان در این عرصه واضح است. بله، سپاسگزار هستیم. برمیگردیم. آقای مختار، این مسئله واقعا برای شما چقدر اهمیت داره؟ حالا نماینده استاد اصلاحات و همگرایی هم هستین که واقعا وقتی که شهروندان یا کسای دیگر میان این مسئله را مطرح میکنن که پیشینه کاری نامزدان و بودنشون در کنار مردم افغانستان و با چالش ها و مشکلاتی که افغانستان در گذشته دست و کرایبیان رو تا امروز هم هستن، این چقدر واقعا برای شما اهمیت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض ادب و احترام و سلام خدمت حضرت عالی و همکاران گرامی شما و مهمان نهایت عزیز و ارجمند و بینندگان برنامه خوبتان، نکته ای که اشاره شد از نکات بسیار محوری و اساسی در معرفی اشخاص یا تیم هاست. اجازه بدید قبل از باز کردن این مطلب به یک آیه کریمه قرآن متوسل شویم، چون بنابر برخی از روایات همین چند وقتی که گذشت، دو سه روزی که گذشت، روزی مبعث پیامبر هم بود. بنابر برخی از روایات، آیه‌ای که در این خصوص آمده، نعمت‌هایی که خداوند متعال برای بشر ارزانی داشته، این نعمت‌ها را بررسی کرده. در بسیار از نعمت‌ها خداوند نعمت را عنوان کرده ولی برای بشر منت نداده که خب من چنین کاری را در حق بشر و مخلوقات و بندگان خود انجام دادم، اما منتی در اون راستا نیست. اما بعضی از نعمت‌ها را منت داده. یکی از اون منت‌هایی که داده شده در ارتباط با نعمت بعثت پیامبر عزیز اسلام و خود پیامبر عزیز اسلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد من علی المؤمنین اذ بعث من انفسهم رسولا یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در اینجا نعمت بعثت پیامبر عزیز اسلام را به عنوان یک نعمت بزرگ برای بشر منت میده. میگه برای ما به مؤمنین منت میده، ما کسی را به رسالت مبعوث کردیم برای هدایت بشر که از متن خود شما مردمه و از میان شما مردم برخواسته. خود در آیات مختلف دیگه مسائل باز شده، توضیح داده شده. دلیلش چیه؟ به دلیل که این کسی که از میان شما مردم و در کنار شما مردم بوده، از درد و رنج و مشکلات و نیازمنده های شما آگاهی داره. آگاهی ها فرق میکنه. به قول معروف، ضرب المثل معروف، میگه شنیدن کی بود مانند دیدن. یک وقت آدم یک صدای یک ناله را میشنوه از یک جایی، از طریق یک رادیو، یک صدای را از یک جایی نقطه دور. یک وقت آدم خود او صحنه را مشاهده میکنه، میبینه سر یک آدمی بریده شد، جلوی چشمش میبینه یک آدمی در میان آتش افتاد، در میان دریا افتاد، یا مثلا زیر آوار شد. ایره به چشم سر میره ارگو مشاهده میکنه که صدها نفر مثلا یا هزاران نفر زیر آوار شده، به چشم میبینه. مسئله خیلی فرق میکنه. بنابراین ای که یک کسی که در رأس امور قرار میگیره برای رفع مشکلات و معضلات یک جامعه و ملت، برای مدیریت بهتر یک جامعه، برای سکانداری هدایت یک جامعه، خب طبیعی است اون کسی که از مشکلات مردم آگاهی داره، از نیازمندی ها و از واقعیت های ملموس جامعه آگاهی داره، بهتر میتونه که. بله، حالا اگر در باب انتخابات و دو نامزد همین مسئله را در نظر بگیریم، میخوای سرگند اشاره کردن. درست، من میخوام به همین نکته اجازه بدی که مطلب ناقص نمانه. این را به عنوان مثال عرض کردم که خداوند در اینجا منت میده، یعنی اونقدر این نعمت نعمتی بزرگیه که به اون منت داده میشه. ما وقتی به کاندیداهای محترم میرسیم، همه اینها اولا نور چشم ماست، از این نیمه خاک و از همین آبادی و از همین کشور هستن، ما به همه جان احترام داریم.
اما وقتی پای گزینش به میان میاد که ما میخوایم یکی را انتخاب بکنیم، پای ارزیابی به میان میاد، بک‌گراند ها و سوابق افراد بررسی میشه، توانایی هایشان در نظر گرفته میشه و ویژگی هایشان که کدام یکی میتونه واقعا در این شرایط این بحران را تمام بکنه، نقطه پایان بگذاره. اینجاست که ما لازم هست یک سری نکات را در نظر بگیریم که مهمترین نکته همین نکته است. بله، در ادامه استفاده شما همینجا اگر این مسئله را شما اشاره کنین و واضح بسازین، واقعا اگر توانایی های فردی مدیریتی و سایر چیزایی را که شما اشاره کردین در از این دو نامزد در نظر بگیریم، چگونه میبینین شما این مسئله؟ ما به همین جا وقتی به تیم اصلاحات و همگرایی که نگاه میکنیم میبینیم این شرایطی که اشاره شد در تیم اصلاحات و همگرایی کاملا آشکار است، ملموس، کاملا قابل درک و فهمه. چرا؟ از رأسشان جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله و معاملین محترمشان و همینطور بعضی اشخاص و افراد و چهره های متنفذ و محوری و علمی که در این تیم جمع شده، از رهبران احزاب و نهادهای مستقل گرفته تا چهره های مستقل از شخصیت های پارلمان و بقیه، همه اینا کسانی هستند که در میان این مردم بودند، با درد و رنج مردم آشنایی دارند، از زمان جهاد اینا آغازگران جهاد بودند، پرچم جهاد را برافراشتند، اینها در برابر دشمنان این ملت جنگیدن و مبارزه کردن، اونهایی که میخواستن افغانستان رو جز اقمار شوروی سابق قرار بدن، از اون زمان این شخصیت ها و این چهره ها بالاخره به نحوی با این مسائل آشنایی داشتن، درگیر بودن و در جهت رفع مشکلات جان خودشون رو سپر قرار دادن. آقای سرگند این مسائل رو اشاره کردن، حالا اگر کل تیمشون هم مد نظر بگیریم، مشخصا دکتر صاحب اشرف غنی احمدزاده هم اشاره کردن که از دوران جهاد دست کم اگر در متن این قضیه نبوده و در جهاد نبوده نظارگر بوده بر این مسائل و آگاهی داشته از قضای افغانستان. اگر تیمشون را هم در نظر بگیریم، نخبه های سیاسی از دوران جهاد هم است، از شخصیت های سیاسی امروز هم است و خودشان دست کم در 13 سال گذشته کارکردی در حکومت افغانستان داشته، از این باب و منظر دیگر تفاوتی واقعا میان این دو نامزد باقی میمونه؟ یقینا عرض کردم که اینجا بحثی همون دیدن و شنیدن هست. ای که بله، انسان از دور در یک کشور مثلا در آمریکا نشسته اخبار را از طریق رادیو یا از طریق تلویزیون گوش میکنه که این مشکلات مثلا در افغانستان جاری هست، با اون کسی که با همه مشکلات دست و پا میزنه، میبینه مثلا در برابر مثلا دشمن مبارزه میکنه برای رفع مشکلات سیاسیش، بالاخره برنامه ریزی میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه، جان خود را به خطر میندازه در جهت بیرون رفت از این معضل و مشکل، دست به هر وسیله میزنه تا این مشکلات رو برطرف بکنه. یقینا خیلی تفاوت وجود داره، یک کاملا یک امر عقلانی است. ما میگه اثباتش این نفی معدا نمیکنه، این به این معنی نیست که ما به جناب دکتر صاحب اشرف غنی اهانتی کرده باشیم، نه، اونها هم یک شخصیت علمی کشوری ما هست، اما در ارتباط با قضایای 3 دهه اخیر افغانستان، اونها او اطلاعات و او آگاهی و او شرایطی را که دکتر صاحب عبدالله عبدالله و معاونین محترمشان لمس کردن و درک کردن، با او خو گرفتن و در تمام زوایای او جزئیات حضور فعال و فیزیکی داشتن، طبعا این وضعیت اینا ندارن. اما اینکه خب بله، یک دانش شخصیت علمی هستند، تحصیلات انجام داده در این شکی نیست، خب ما تحصیل کرده های فراوانی داریم و جز افتخارات کشور ما هستند. اما اگر بیم از این زاویه این سوالی رو که شما مطرح کردین، بک‌گراند ها رو بررسی بکنیم، اینکه چی کسی میتونه واقعیت ها رو بهتر درک کنه که مشکل در کجاست و رفع این مشکل کجاست، مسائل امنیتی ما چرا تمام نمیشه، چرا این جنگ ادامه داره و جریان داره، این بحران و این مشکل از کجاست. کسانی که بالاخره بوده در از ابتدای کار و بحران ها را به عینه مشاهده کرده، جنگ ها و کشمکش های این مملکت لمس کرده، دیده، تجاوزات دشمنان در نقشه ها و پلان های دشمنان داخلی و خارجی را مشاهده کرده، به عینه از این آدرس آسیب دیده، آوارگی ها را از این آدرس تحمل کرده، در کوه ها و کوهسار ها و در دره ها و در قله ها زندگی کرده، خب طبیعیست و بهتر و راحتر میتونه درک بکنه تا کسانی که بالاخره خب در دورتر از واقعه، دورتر از این قضایا بوده. سپاسگزارم. آقای سرگند، حالا مشخصاً بحث ما بیشتر برمیگرده به برنامه های اجتماعی که به نامزد ریاست جمهوری دارن. وقتی که بحث برنامه های اجتماعی یا آسیب های اجتماعی و چالش های اجتماعی در افغانستان میشه، میشه واقعا موارد را برشمرد که این موارد چالش های اجتماعی در افغانستان هستن و اگر حرف های دیگری هم در باب حرف های آقای ببینین، من چند حرف میگم. عدم موجودیت در داخل افغانستان در وقت جهاد رهبران افغانستان، اگر کمکی ما شما دیرتر به 2 دهه پیشتر بریم، در پاکستان بودن، در داخل افغانستان نبودن، یعنی بیرون از افغانستان بودن. اگر شما فکر میکنین که در سیاست داخل نیستن، فرلحاظ رهبران جهاد در پاکستان بودن، در سیاست داخل نبودن.
دوم حالا دست کم خیلی بلیا جغرافیایی نزدیک هست پاکستان بل. تا افغانستان بل. میشه از اونجا کنترل یعنی هدفی می است که اگر دیدن ببینیم هدفی می چی است هدف این چی است اخبار مربوط به مسائل افغانستان از طرف رادیو زمین کوشن آیا از پاکستان دیده میشه افغانستان داخلش در پاکستان هم اخبار باید ببینیم خب امروز چون ببین. است که پس دو مسئله مشکلات ببین آغازگران جهاد برمیگرده بشه ببین مسئله در کجاست ببخشید آغازگران جهاد در تیم ما هم است رهبران جهاد همراه ماست شاید چیزی که ما به سخنانشون احترامم دارم و تیمشون احترام دارم این مبارزه مدنی است مبارزه با. سیاسی هستن ممکن اساکر جهاد بودن آن وقت همین کسایی که دعوای رهبری را دارن ببینین رهبران جهاد کی ها پس رهبرا کی ها بودن اگر اینا بله، اساکر بودن بله ببینین حضرت سبحانه الله مجددی رهبر جهاد بود آقای پیر سید احمد گیلانی رهبر جهاد بود آنها به تیم تحول تداوم هستن کریم خیلی که نمایندهشون سرور دانش است بله اما شما در جریان هستین که هرگاه از رهبر جهاد و مقاومت بله. حرفی میان میاد یعنی هدف می است به صورت به صورت کل هدف می است که بیرون بودن از مسئله جهاد نیست میمونه دهه جنگ داخلی افغانستان جای خوشبختی است اگر ما در جنگ داخلی افغانستان کسایی که رهبری تیم میکنه در او دست نداشته باشه در جنگ داخلی افغانستان جنگ خانم سوز که تحمیل شده بود بالای افغانستان بالای این شهرمان ما خوشبخت هستیم در این بابا ما قای مختاریت در این ما خوشبخت خود بودیم که ما در جنگی که در بین کابل در قصبات صورت گرفت ما دخیل نبودیم متوجه هستیم جنگی که در کابل بود جنگ داخلی که بود بله شما مشاهده کردن جنگ تحمیلی بوده بیشتر تا اینکه عنوان جنگ داخلی بهش داده شده بله. بله یک جنگ تحمیلی بود من نمیگم که کسایی که جهاد کردن واقعا جهاد از او باید نادیده گرفته شد این جنگ کسایی کردن که جهاد کردن نخه این جنگ تحمیلی بود تمام تحمیل مردم بله. افغانستان چی ده او طرف از چی ده ای طرف از شاید تمام مردم افغانستان را بپذیره که یک جنگ تحمیلی بود برای مردم صورت گرفت ما خوشبختانه ده تحمیل حامل نشدیم صورت نگرفته میمونه مسائل اجتماعی و ما گفتم که زیاد بحث کردن در این مسائل شاید زیاد جایم نگیره که چیز در بیرون بود و چیز در داخل بود مسئله اجتماعی ببینین حقوق شهروندان خیلی مهم بحث است در اجتماع که شهروند از ما چی میخواهد زندگی امن و مرفه میخواهد حقوق روحانی این بسیار بحث کلان است در افغانستان بین مسجد و ارگ باید فاصله از بین بره ببینین حقوق زنان بحث بسیار کلی و مهم است چیزی که امروز به نام خشونت همین مسئله را که شما اشاره کردین که فاصله بین مسجد و ارگ از بین بره آقای دکتر احمدی دقیقاً اشاره کردن در این چی معنی داره اصلا در گذشته واقعا فاصله ببینن. وجود داشت بل. بین مسجد و ارگ بله فاصله چگونه؟ وجود داره ببینین مفکوره های چیزی که به شکل سو دولت های یا حلقات مختلفی که نمیخوای رفاه افغانستان استفاده کنه از این حلقه استفاده میکنه ببینید مدرسه و مکتب ما بسیار مجزا شدن یک مشکل کلان است و مسئله من کلمه خود تکمیل کنم حقوق زنان خشونت چیزی که به نام خشونت حال مطرح بحث است اصلا از نظر تیم ما خشونت نیست وحشت است ببینید یک شخص میخیزه بینی یا زناق یا گوش یک کسی را میبره این اصلا وحشت است انسان سالم بالای حیوان خود چنین کار نمیکنه این خشونت نیست خشونت چیزی است که جز فرهنگ ما گشته متاسفانه در بعض مناطق خشونت کجاست ما علیه ازی باید مبارزه کنیم که خانم دختر در خانه کسی تولد میشه فامیلش خفه است وقتی که وقتی مکتب رفتنش میشه یا وقتی مدرسه رفتنش میشه اجازه رفتن برش نمیده و وقتی که میخواین یک شریک زندگی رو انتخاب کنه این حق برش داده نمیشه وقتی که میخواین تحصیلات اجرا کنه این حق داده نمیشه وقتی اگر تحصیل کرد وظیفه اجرا کنه اجازه داده نمیشه خشونتی هست که جزء فرهنگ است باید علیش مبارزه صورت بگیره نه علیه وحشت وحشت باید مجازات شود ما نمیتونیم که یک وحشی را اهلی بسازیم وحشی باید مجازات شود مسئله ای است دیگه حقوق آسیب دیدگان جنگ هستند چیزی که شما فرمودید نمیشه که ما جهاد را تسلیم تکدارای جهاد بسازیم جهاد مردم افغانستان کده جهاد بر حق بود ما نمیتونیم که امتیازاتشون به نام کسی ختم بسازیم شخصی فقیری که ولی دست پای خود از دست داده و جهاد کده ما حقوق از او را میخواهیم نه ای که کی در داخل بود کی در بیرون ببینین دیگه حقوقی که نقاطی است که
محروم هستن از نقطه نظر جغرافیایی، از نقطه نظر اجتماعی. این بحث بسیار داغ‌تر از این مسائل است. در بخش اجتماعی ما در این بخش‌ها باید بسیار فوکس داشته باشیم. بله، سپاسگزارم. دوباره برمیگردم آقای مختاری و حرفای شما چی است که واقعا اگر چالش‌های اجتماعی یا آسیب‌های اجتماعی در افغانستان مطرح میشه و حرفی به میان میاد، چه چیزهایی میتونه بیشتر به عنوان چالش‌های اجتماعی یا آسیب‌های اجتماعی مطرح شود؟ اجازه بدید یکی دو نکته ما با توجه به فرمایشات دکتر صاحب اشاره داشته باشیم. ما قبلا هم عرض کردیم ما به همه شخصیت‌های ملی کشور احترام داریم و باید هم احترام داشته باشیم، چون فعلا عرصه رقابت انتخابات است در واقع. با تبعیض هر کس سعی میکنه امتیازات خودش مطرح بکنه و به لحاظ قاعده کلی منطقی هم هست که اثباتش نفی معادانه میکنه. اگر ما یک امتیاز رو برای یک شخصی بیان میکنیم، به این معنا نیست که شخص دیگه او را نداره یا مثلا ضدش داشته باشه. ما امتیازات خود را بیان کردیم. در ارتباطی با این که خب فرمودن که خب رهبران جهادی هم خب اینا در پاکستان یا در ایران یا جای دیگه بودن، طبیعی است که کسی رهبران جهادی یا مجاهدینی که در پاکستان یا در حول و محور افغانستان بودن درگیری با قضایای جهاد بودن، در اونجا در برنامه ریزی داشتن برای مبارزه. برای خب اگر یک ماه اونجا بودن، یک ماه داخل کشور امکانات گرفته می آوردن مبارزه می کردن. ما نمیخوایم زیاد سر اون مسائل بپیچیم، چون مردم ما کاملا این مطلب را می دانن، چون کاملا برای مردم ما این مطلب واضح هست. از شخصیت های علمی یا رهبران جهادی اشاره فرمودن، در عرصه حکومت و نظام یک اصل هست که اون کسی که رأس هرم و مخروطی هرم هست تعیین کننده هست. اون کسی که در رأس افکار، اون شخصی که در رأس هست طبیعی است تأثیرات خودش روی قاعده خواهد گذاشت. بنابراین این مسئله خیلی مهمه، ای که در بدنه چه اشخاص و افرادی هست یک چیزی طبیعی است که اونام نقش خودشان داره اما نقش رأس را نداره. در حکومت و نظام رئیس، رئیس جمهور یا زعیم و رهبر حکم سر در بدن را داره، تعیین کننده است. در سیمشان چنین افرادی هست، غاصب زمین است، دیگران خب است، دیگران است، دیگران است. خیلی مسائل هست. ما نمیخوایم زیاد به مسائل حاشیه‌ای بپردازیم که مسئله از او به اصطلاح اما اخلاق مباحثه خارج نشیم. ببینید در حکومت و در یک نظام رهبر و رئیس یا رئیس جمهور نامش هر چی که بگذاریم، در حکم سر در بدن هست. سر تعیین کننده است. سر نباشه بدن هیچ چی هست. مثال عینیش حکومت فعلی ماست. در حکومت فعلی، در بدنه حکومت، ما بسیار چهره های محوری و علمی داریم که سالها میتونه جناب رئیس جمهور را درس بگن، اما تعیین کننده حرف کیست؟ تصمیم نهایی را کی میگیره؟ نقطه پایین را کی میگذاره؟ افکار و اندیشه چی شخصی میتونه تأثیر عمیق خودش به کل بدنه داشته باشه؟ شما شاهدی بودید در خیمه لوی جرگه‌ای که در ارتباطی با پیمان امنیتی دایر شد، خود جناب رئیس جمهور هزاران نفر را جمع کرد در زیر یک سقف و وعده داد که هرچی شما فیصله کرد. من خودی بنده در خیمه بودم، در اونجا مجددی صاحب هم بودن در رأس و مسئولیت همه پروسه را داشتن. قرار شد هرچی فیصله شد، هرچی همه مردم تصمیم گرفتن همو تایید شد، اما آیا شد واقعا؟ با یک اشاره جناب رئیس همه چی به هم خورد. اون همه شاید صدها هزار دلار، بلکه بالای مثلا یک میلیون دلار یا بیشتر، من نمیدونم آمار دقیقش، نمیدونم چقدر خرج شد، چقدر مصرف شد از مال بیت المال. سری هیچ اینا ضایع کردن مال بیت المال نیست. این مثال برای عرض کردم که اون کسی که در رأس هرم قرار میگیره تعیین کننده است. فکر او آدم تعیین کننده است، اندیشه او آدم تعیین کننده است و نقش او نقش محوری است. این نکته رو ما به عنوان یک اصل بپذیریم. این که درسته در تیم تحول و تداوم، با تیم محترم تحول و تداوم، بله افراد اشخاصی هستن، ما با همه اونها احترام داریم، ما نمیخوایم به اونها اهانت بکنیم. ما این نکته رو عرض میکنیم که در تیم اصلاحات و همگرایی، همونطوری که شعار اصلاحاته، چون دقیقاً ما نیاز به اصلاحات داریم، چون اون راهی که تو هنوز پیموده ایم عوارض و مشکلات فراوانی داره. این نیاز به اصلاحات داره، نیاز به ترمیم داره. واقعا خیلی راهی پر کپرک رو ما طی کرده ایم. بنابراین در رأس این هرم شخصی قرار داره که با درد مردم، با رنج مردم، اگر عسکر بوده عسکر این ملت بوده و این افتخار نه تنها به عنوان یک نقطه ضعف باشه. شنیدیم گفتن که بله جناب دکتر صاحب عبدالله، خب مثلا سکرتر عامر صاحب مسعود شهید بوده، این سکرتریت یک افتخار بود در اون زمان که کسانی جان خود را به اصطلاح به خطر می انداختن تا از پشت سر یک فرمانده
قدرتمند حرکت بکنن و از جغرافیای شناخته شده ای کشور دفاع کنه، از ارزش‌ها و باورهای اعتقادی این ملت دفاع بکنه، از قرآن این ملت، از اسلام این ملت دفاع بکنه. این اگه ارزش بود، یک عسکر، یک کسی که اونجا یک نگهبانی میداد، اینا ارزش بود. بنابراین در اون قسمت دیگه زیاد نمیپیچیم. بله، ادامه صحبت‌های شما را اجازه بفرمایید پس از یک وقفه کوتاه بگیریم. خیلی سپاس. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. بیننده برنامه آخر خط از نور هستید. آقای مختاری، ادامه صحبت های شما در مورد این که چالش های اجتماعی امروز افغانستان چی مواردی میتونه باشه؟ خب چند نکته دیگه هم بود نسبت به صحبت های دکتر صاحب. ما خواستیم خیلی کوتاه و اشاراتی داشته باشیم چون بحث های جنگ های تحمیلی مطرح شد. خب همونطوری که اشاره شد، جنگ های تحمیلی بالای چی کسانی؟ بالای کسانی که بالاترین و بزرگترین افتخار قرن به وجود آورده بودند. افتخار قرن یعنی این که در اون شرایط مردم افغانستان با یک ابرقدرت مواجه بودند. در دنیا دو ابرقدرت بود و مردم افغانستان با ابرقدرت شوروی مواجه بودند. مبارزات مردم سبب محو یک ابرقدرت و قطبی شدن جهان شد. این کاری کمی نبود، کاری کوچیک نبود. بله، وقتی مثلا جنگ های تحمیلی مطرح میشه فکر میکنم باختر زیر سوال بردن یقینا. افتخارات بود. این افتخارات کمی نبود و یک سرآغاز جرأت و جسارت یک ملت در برابر یک ابرقدرت بود و این برای بسیاری از ملت های دنیا یک الگو بود و این را خیلی ها نمیتوانستن تحمل بکنن. ولذا اینجا بود که جنگ ها تحمیل شد. جنگ هایی که بالای این مردم تحمیل شد و این همه تاوان پرداخت شد. باز هم در این شرایط هم خب باز مجاهدین بودن که در اینمی شرایط این بحران ها را تحمل کردند، یعنی این بحران ها را به جان خریدند. تعدادی از اونها به شهادت رسیدند و تعدادی زنده ماندند و این خطر ادامه دادند و این سنگر را حفظ کردند. بالاخره اینها کاری کمی نبود. اینکه درست یک عده راحت نمیگیم راحت، درست دنبال علم بودن، دانش آموختن، کاری درستی کردند، اما از این خطرات و از این حوادث به دور بودند. و امروز اونمو مبارزات، اونمو خطر کردن های یک عده از مجاهدین بودن که یک عده راحت بالاخره به مسائل علمی پرداختن. امروز یکی از افتخارات جامعه ماست، با اونا ما میبالیم و افتخار میکنیم. اما این میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اونی که از تمام هستی خود میگذره با اونی که ممکنه خب بالاخره از خانه خود فقط بگذره خیلی فرق میکنه. خب در هر صورت او بحثی بود بحث، اما در ارتباط با مباحث اجتماعی دیگه که خب مسائل زیادی ما داریم. ببینید، ما در عرصه اجتماع یکی بحث عدالت اجتماعی هست از مسائل بسیار. اصل خود عدل، العدل اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناسب. بحث عدل و حق در روایات هم داریم، دامنه بسیار وسیعی برای بحث و صحبت داره. در مقام بیان ساعت ها میشه درباره عدالت حرف زد. اما ای که عادلانه عمل بکنه انسان در جامعه، عدالت رو برقرار بکنه در میدان عمل، دایره عدالت بسیار محدود متاسفانه. کسانی که نظام میسازه، حکومت ها رو میگیرن، یا به زور میگیرن یا به هر وسیله ای وعده عدالت میدن به مردم، اما وقتی که به مقام و به قدرت رسیدن دیگه وعده ها و شعارهای خودشان فراموش میکنن. ما روز پنجشنبه به جاغوری بودیم. مردم خواستهشان این بود که ولسوالی جاغوری تبدیل به ولایت بشود. خب این وعده ای بود که قبلا داده شده بود. ما خود ما در اون سفرها بودیم. رئیس در انتخابات قبلی رئیس جمهور وعده داده بودند که اونجا ولایت میشه، که عملی نشد. که من خودم اونجا صحبت کردم، تیکت اصلاحات هم اونجا کلا صحبت کردیم، موضوع رو یادآوری کردم. اینا وعده هایی بود داده شده ولی عمل نشد. خب در مقام چه تضمینی وجود داره که خب در صورت پیروزی تیم شما و بحث اینه که خب این اینا در تیم کسانی است که خودشان طعم تلخ بی عدالتی ها رو چشیده، خودشان لمس کرده این وضعیت رو، کاملا لمس کرده و اونها میدونن چیکار بکنن. برای همین میگم اونی که در متن قضایا است با اونی که به اصطلاح دور از صحنه و دور از قضایا است تفاوت از زمین تو اسمان از جدا. اگر کوتاه اشاره کنین که با آقای خب سرگند برابر بحث عدالت اجتماعی که مطرح میکنیم به این معناست که ما مثلا در یک جامعه زندگی، در یک جغرافیای مشخص به نام افغانستان زندگی میکنیم. در این جغرافیای مشخص همه افرادی که ساکن در کشور همه حق مساوی داره.
خب اینا شما بیاین مثلا ولایات مختلف و قرا و قصبات کشور بررسی بکنید، در یک شهر خیلی چیزها هست، در یک شهر دیگه هیچ چی نیست. در بعضی ولایات نام او ولایت ولی یک متر سرگ پخته نداره. خب اینجا معلومه که بی‌عدالتی صورت گرفته. مثلا یک مردم خب ممکنه امتیاز داشته باشه، یک مردم امتیاز نداشته باشه، این بی‌عدالتی ها وجود داشته. همینطور عدالت اداری، در ادارات هم عدالت وجود نداره. شعار داده میشه اما در میدان عمل عدالت برقرار نمیشه. بحث حقوق زن مطرح شد. ببینید حقوق زن در چه قالبی؟ حقوق زن در چه قالبی؟ امروز بحث شعار حقوق زن به قدری زیاد شده که حقوق مرد هم مرد احساس مظلومیت میکنه که اینا یک گروهی پیدا شده، یک سازمانی پیدا شده حقوق مرد پاسداری بکنه. حقوق زن در چی راستا، بر مبنای چی احکام و قوانین و ضوابط؟ اینجا ما باید معیار داشته باشیم. چرا؟ چون ما مسلمان هستیم، در یک سرزمین اسلامی زندگی میکنیم. ما قانون اساسی ما قانون اساسی اسلامی است، بر مبنای قرآن و احکام شریعت هست. ما حقوق زن را که بررسی میکنیم بیاییم در چوکات قانون اسلام. اسلام بالاترین موارد خیلی زیادی هست. خب بحث فرهنگ سازی اجتماعی، ببینید اصلا فرهنگ شهرنشینی شهرهای ما، ببینید زنده ما در شهر کابل پایتخت افغانستان، شما نگاه کنید ما با فرهنگ شهرنشینی چقدر فاصله داریم. هنوزم کنار بسیاری از دیوارهای ما بسیاری از مشکلات از لحاظ نظافتی دیده میشه. رفتار اجتماعی ما و مسائلی که ما در عرصه زندگی اجتماعی داریم، اینها نیاز به برنامه است. ما در یک شهر بدون برنامه وجود داره در تیم شما در کسب و کار هستم، اگر فرصت بود دوباره ما در این نکته رو بگم. جانی کلام در اینجاست، پایتخت ما یک شهر بی آدرس هست. یک شهری به نام پایتخت افغانستان آدرس نداره. شما از این طرف شهر به طرف شهر او طرف شهر میری نمیفهمی او طرف چه رقم پیدا بکنی، نه تابلوی، نه یک نامی، نه عنوانی، نه پلاکی، نه شماره. سپاسگزار. ایناست که به اصطلاح هنجارها را به وجود میاره، بی‌نظمی ها را به وجود میاره، فرهنگ ها را زیر سوال میبره، مشکلات عدیده ای به وجود میاره. خیلی سپاس آقای سرگندالو. در کنار دیگر مسائلی که شما و آقای مختاری اشاره کردین از چالش های اجتماعی افغانستان، هر از گاهی که چالش های آسیب های اجتماعی در افغانستان مطرح میشه بیشتر چند مسئله برجسته است. مسئله ناامنی است، فساد، اعتیاد و موزل مواد مخدر، فقر و بیکاری و در کل نابرابری های اجتماعی. در تیم شما برای این موارد چی برنامه وجود دارد؟ اگر تشکر. انشالله. من یک چیز میخوام یادآوری کنم. بسیار ما با گپ آقای مختاری موافق هستم که در مخروط در راستش کس قرار دارد، زیر افکار تاثیر افکار از او برنامه ایجاد میشه. ببینید زیر تاثیر همین افکار بود که رهبران جهاد پیوست. کدام افکار؟ همین افکار. اگر افکار موجود نمی بود، ببینید آیا میشد که یک رهبر جهاد با یک تیمی که او در جهاد به گونه مطرح میشن که بیرون از این مسائل بودن؟ یک سوال را در بعد شما شنیدین آقای سرگن، این سوال را یک مسئله با شما صحبت کنید. یک سوالی که بسیار مطرح میشه سوی بسیار مردم افغانستان است که در وقتی که مشخصا شوروی افغانستان را اشغال کرده بود، وکلش که آقای دکتر اشرف غنی احمدزاده داشت در این مورد چی بود؟ اکثرا میگن که سکوت کرده، هیچ موضعی در قبال حمله شوروی بر افغانستان نداشته که در اولین کسایی که بعد جهاد افغانستان از اونجا آغاز میشه. اولین کسایی که از فامیل خود دکتر صاحب، از فامیل خودش در میروند از بین میره. بله، حالا واکنش چی بوده؟ چی موضعی داشته در قبال حمله شوروی یا اشغال شوروی؟ امی حمایت جهاد گپ خیلی کلان است. متوجه هستید؟ بخش دیگه از افکارش، ببینید واقعا رئیس جمهور یا در رأس کسی باید باشه که خصوصا در شرایط فعلی که امیال شما مشکلش ایجاد کردید که از فساد و اختلاس دستش پاک باشه. خوشبختانه پاک است. خوشبختانه در جنگ هایی که ما در تیم مقابل این ویژگی ها و شاخص ها وجود نداره؟ ما هیچ کس متهم نمی سازم. من صرف در باره تکی تیم خود گپ می زنم. متوجه شدید؟ چیزی که بسیار بر ما مهم است است که در جنگ های خانمانسوز دهه 70 که در افغانستان شد، هر نامی که میتین به هر گونه ای که ایجاد شده دستش پاک است. بله، جنگ های تعمیلی گفتن، آقای مختاری هم اشاره کردن که بله، جنگ های تعمیلی بالای که خاص. خب آلمان نمیتونیم که اینمی جنگ ها را که افتخار ملی تمام ملت بود باز ختمش بسازیم در پای چند نفر. افتخار ملی تمام ملت هست جهاد. افتخار ما هست، افتخار شماست، افتخار مختاری صاحب هست، افتخار او لنگ هست، او میوب هست که در منطقه هست.
او کسی که تا به حال نامش نشون در پشت یک لقمه نان هلاک هست. افتخار از اون هست. شما اشاره میکنید به مردم افغانستان وقتی ببینید به مسئله ما از این مسئله میگذریم. بله از این مسئله میگذریم، ما چقدر مصاحبت کنیم یک بحث جدا میخوایم. بحث امنیت بحث به کلی جدا هست. امنیت که مسئله مشکل است باید صورت بگیره. چیزی که در بخش اجتماعی خیلی مهم است اشتغال کار است. چطور ما میتونیم فقر از بین ببریم؟ چطور ما میتونیم کار را ایجاد بکنیم به شخص؟ ما چطور میتونیم؟ ببینید بله. فشرده اشاره کنیم چطور کنم؟ بله اول پروسس محصولات حیوانی و نباتی در افغانستان باید صورت بگیرد. ببینید ما شما در اطراف در یک فامیل شیر موجود هست، وقتی که خوردش استفاده بعدیش نمیفهم کی باید پروسس شوه، محصول شوه و بازاریابی بر شوه، مارکت برش ایجاد شوه. با میلیون ها مردم در این مصرف کار میشه. چی از طبقه اوناس و چی از طبقه ذکور. دوم همین امکاناتی که مثلا زمین سازی شوه برای پروسس بله. از این کارخانه های ایجاد بله 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 بله. این مشارکت خصوصی دولتی ایجاد میشه. پولش از کجا میشه؟ بله این مشارکت خصوصی دولتی میشه. شما که مشارکت خصوصی دولتی ایجاد بکنین این مسئله حل میشه. شما که تشویق بکنین کسایی که سرمایه گذاری این در صورتی میشه، تمام برنامه های اشتغال کاری در صورتی میشه که شما یک پروسه ملی علیه واردات محصولات خارجی داشته باشید. شما رقابت کرده بتونیم بله برنامه شما برای بله. اشتغال بله. یک دوم حرفه ساختن اشخاص، این خیلی مهم است. حرفه ساختن به این معناست شما ببینید یک کارگر کار میکنه 100 افغانی 200 افغانی هزینه میبرداره فایده میگیره، یک گلکار کار میکنه 1000 افغانی. اگر ما مردم حرفه‌ای بسازیم، ما یک نجار خوب تربیت کنیم نسبت به ضرورتش، یک گلکار خوب تربیت کنیم، یک موبایل ساز خوب تربیت کنیم، ما مشکل امیالیم کار در افغانستان زیاد است. یک مشکلی که همیش وزارت کار امور اجتماعی میکنه که مردم خارج میاد اینجا کار میکنه، این نمایندگی چی میکنه که در وطن کار هست. خب چرا ما نمیتونیم؟ چون ما حرفه‌ای نیستیم. دوم مثلا ساختن فابریکا برای پروسس احجار قیمتی. ما دیگه باید سنگ نفروشیم سر جهان، ما باید پروسس کنیم و خصوصا بخش خانوما چون کاری ظریف است فکر خوب برش میرسه اجرا کرده میتونه. دوم ایجاد فابریکا، ما فابریکه نساجی داشتیم، فابریکه غوری داشتیم، ما میتونیم فابریکا رو با مشارکت خصوصی ایجاد کنیم. فقط کار باید مدیریت باید شفاف باشه. دیگه در بخش معدن باید سرمایه گذاری بگیره. ببینید این در صورت میشه که استراتژی ملی علی محصولات باشه. یک کلمه رو میخوایم ذکر بسازیم، ما در اشتغال کار اون مقوله معمول باید بگویم که ما مایی نگیریم به اشخاص، مایگیری رو باید برش نشان بدیم. ما تا چی وقت نان به مردم بیاریم توزیع کنیم به مثل یک کمک خیریه؟ این مسئله حل نمیشه. امروز ما 2000 افغانی بر ازو از این کمک کردیم، صبحش و چی کنه بیچاره؟ ما باید وار خودکفا بسازیم و در صورت خودکفا ساختن ما از این مشکلات نجات پیدا میکنیم. برای در بخش فساد هم اگر اشاره کنیم که الان یکی از واقعا معضلات اجتماعی افغانستان مطرح شده است، که در 13 سال گذشته بله، حکومت بله، فساد با وجود که حمایت بله، اقتصادی بله، و نظامی جهان را داشت نتونست با این پدیده مقابله کنه. ببینید فساد یک مسئله بسیار کلان هست، بود داخلی داره بودهای خارجی داره. فساد در صورتی از بین میره که اولین قدم ما از حکومتداری علیه ضوابط باشه نه روابط. بله اولین قدم بیشتر میفهمین که فساد هم بله، در حالا تقسیم بله، میشه در دو سطح بله، مقامات بلند پایه حکومتی بله، و بله، مسئله دوم در صورت میشه که ما در ابتدا وقتی که تیکت انتخاباتی خود جور کنیم وعده ها به مردم ندیم که ما ولسوالی تو را ولایت میسازیم که باز نتونستیم ساختن. یعنی این یک وعده است که فکر میکنین بله، تحقق یافتنش خیلی دشوار است. بله. ببینین ممکن شوه، مگر ممکن عدالت اجتماعی باز بر هم بخوره؟ یک ولسوالی دیگه بگه که ما چی کمی داشتیم که ما ولایت نشدیم؟ بله. وقتی که ما چی کمی داریم؟ یعنی وعده ها نتیم، تکت انتخاباتی رو بر اساس وعده ها ایجاد نکنیم از ابتدا. حالا آنچه که شما هم تا این دم گفتیم به مردم وعده است، هیچ کدامش عملی شده؟ نه، خواهش میکنم وعده ها و تقسیم بندی قدرت نکنیم. هر کس که ما هستن و بدون کدام امتیاز هستن. بله. ما برش وعده ندادیم که شما را ولسوالیتون ولایت میسازیم، ما وعده ندادیم که شما را وزارت میتیم. مسئله در ایجاز فساد و دوم فساد بودهای خارجی داره. تا که ما بودیجه خارجی را از طریق دولت ما مصرف نرسانیم، ما نمیتونیم فساد از بین ببریم. چطور میتونیم که بودیجه اکثر از طرف مؤسسات اجرا شوه و ما در اون فساد که ما حتی ناظر هم نیستیم در اون فساد از بین ببریم؟ بعد در مورد فقر زدایی که اگر اشاره کنیم رابطه هم با بیکاری و بله، فساد این مسئله داره. بله ببینید فقر میگه از دروازه که فقر داخل میشه دین خارج میشه. فقر بدترین و بدبختترین چیز است. عزوم جنگ فقر است، مردم به فقر. فساد
فقر است. اعتیاد از باعث فقر است و فقر در صورت از بینونه که شما اشتغال ایجاد کنه و اشتغال در صورت میشه پروسایی که من یادآوری کردم و در ضمنش پروسای کلانتر از این به سطح ملی ایجاد شده، چیزی که پرکتیکال باشه، چیزی که عملی باشه، هر چیزی که تا حال با مردم در قالب برنامه یا شورای انتخاباتون ارائه کردین و گفتین زمینه اجرایی و عملش وجود داره و بله. از این بعد به مردم بله. ببینین ما می هر کدام میشه مثلا پروسات محصولات حیوانی نباتی کدام مصرف بسیار کلان نداره. مثلا بازاریابی، شما میوه سیب یک وطن میگیرین، برای یک جلها میسازین، ایره حفظ میکنین، در سری وقت در بازار عرضه میکنین، کاری که حکومت پاکستان علیه ما میکنه. بله. محصولات ما را خریداری میکنه، با ما نگهداری میکنه، پس سر ما میفروشه. کار سخت نیست، تجارای ملی موجود است. این در صورت میشه که استراتژی ملی علی محصولات بیرونی موجود باشه. سپاسگزار هستم. خیلی سپاس آقای مختاری. خیلی فرصت هم محدود است، در حدود 3 دقیقه برنامه باقی مانده. در این مواردی که مسئله فساد اعتیاد و مازال مواد مخدر و فقر و بیکاری است، فشرده اگر اشاره کنید که چی برنامه‌ای وجود داره. خب می‌خواستم یک سری مسائل دیگر هم عنوان بکنیم با توجه به محدودیتی که شما اشاره فرمودید. اگر کوتاه اشاره کنیم، بله، ضمنی در ارتباط با اشتغال و در ارتباط با استخراج معادن و همینطور موارد دیگه ما تایید میکنیم فرمایشات جناب دکتر صاحب. خود طبیعی است که باید این برنامه‌ها در نظر گرفته شود. شما هم در چه مواردی برنامه دارین؟ تفاوت واقعاً با برنامه شما برنامه‌های اینا وجود داره؟ طبیعی است که ما برنامه‌های مشخصی داریم. اجازه بدید چون یک نکته را چون اشاره فرمودن ناگزیر ما اشاره بحث ولسوالی به ولایت، اگر وعده‌ای اونجا داده شد نه بر مبنای این که خب ما شما به ما رأی بدید ما ولسوالی شما ولایت میکنیم، بله، اگر یک ولسوالی دیگر بیاید دعا کنه ما هم این نفوذ را داریم. امیر میخوام عرض بکنم، همه عرض بکنم، بحث اینه که ما از لحاظ ساختار حکومتی و نظام یک معیار داریم. یک ولایت چرا ولایت میشه، یک ولسوالی چرا ولایت شد، یا یک قریه چرا ولسوالی شد، یک معیار داره، معیار مساحت داره که مساحتش چی مقدار بوده باشه، معیار نفوذ و جمعیت داره، جمعیتش، آمار جمعیتش چی مقدار بوده باشه. اگر یک ولسوالی هم معیار داشته باشه مثل جاهوری هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، یک معیار هست. ما بر اساس قانون حرکت کنیم. ما اگر قانون میسازیم، قانون بر مبنای یک سلسله معیارها ساخته میشه. خب پس عدالت اینه میه که ما وقتی این معیار رو در یک جا تطبیق کردیم، جای دیگه هم باید تطبیق بکنیم. این قانونی طور نشه که در شرق تطبیق شود در غرب تطبیق نشه، در همه جا باید تطبیق شود. اما نکته بسیار مهم و اساسی بحث امنیتی است. بحث امنیتی که خب یکی از معضلات اساسی جامعه ماست، یکی از اولویت های تیم اصلاحات همگرایی است که باید برای چون تا امنیت نبوده باشه هیچ کار دیگه، تمام وعده هایی که داده میشه و هباء منثور است، وعده هایی است که عملی نمیشه، عملیاتی نمیشه. ما باید امنیت رو تامین بکنیم. امنیت چگونه تامین میشه؟ امنیت رو کسانی تامین میتوانن بکنن، کسانی که میدانن که این ناامنی از کجا ناشی شده، چرا به وجود آمده، چی مدتی و چی تاوانهایی را به وجود آورده. بنابراین در اعتیاد و مواد مخدر بحث اعتیاد از معضلات بسیار اساسی است. ما تا ریشه مواد مخدر در کشور خوش نکنیم، بحث اعتیاد یک چیزی طبیعی است. اعتیاد چگونه، مواد مخدر چگونه ما میتوانیم از بین ببریم؟ دوستایی که به اصطلاح بحث پروسه انتقال و چیزهای دیگر، یعنی با جامعه جهانی در ارتباط بودن در این عرصه، اونها وعده داده بودن که یکی از کارهایی که میکنن مواد مخدر میخوش کنن به صفر میرسانن، اما چندین برابر شد. خب کار صورت نگیر تا ما کشت بدیل ما تا کشت بدیل برای مردم خود نیاریم، طبیعی است که ما مواد مخدر نمیتونیم بخوش کنیم و اعتیاد هم طبیعی است. بحث اشتغال زایی یکی از مسائل عمده است که البته برخی از صحبت های دکتر صاحب ما قبول داریم. بحث استخراج معادن خودش اشتغال زایی به وجود میاره و سرمایه ملی را افزایش میده و بالاخره رونق بازار کار را فراهم میکنه. و همینطور بحث زراعت، چون کشور ما یک کشور کوهستانی است، اقتصاد افغانستان وابسته به زراعت و مالداری بوده، اما در این دو عنصر متاسفانه توجهی صورت نگرفته. باید بحث زراعت افغانستان میکانیزه بشه تا جایی که امکان داره، و در اون جایی که امکان میکانیزه شدن نداره باید تقویت شه، روستاها باید مورد توجه قرار بگیره، امکانات لازم در اونجا فرستاده شه، و همینطور در بحث دامداری و مالداری که یکی از آقای سرگرم هم اشاره کردن. خیلی سپاس. در پایان هم سپاسگزار هستم از حضور وقت مهمانان برنامه، گل محمد مختاری عضو استاد انتخابات اصلاحات و همگرایی و دکتر کریم الله سرگند عضو استاد انتخابات تحول و تداوم. از شما بیننده های عزیز هم سپاس. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.